سرخط مهمترین خبرها، وزارت خارجه طالبان درگیری مرزی با نظامیان ترکمنستان را تکذیب کرد. آمریکا به پیشرفت مذاکرات با ایران در وینا خوشبین است. و همچنان سخنان آتشین مارشال دوستان به ملا برادر. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بازم خوش آمدید به دیگر از ویدیوهای کانال کابلایز. تقاضا می نمایم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه اطلاعات روز در ریبرگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: وزارت خارجه طالبان درگیری مرزی با نظامیان ترکمنستان را تکذیب کرد. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان می گوید که گزارش ها در مورد درگیری میان نیروهای این گروه با مرزبانان ترکمنستان صحت ندارد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان عصر دیروز سه‌شنبه 14 جدی در توییتر نوشته است که این گروه هیچ مشکلی با ترکمنستان ندارد. او گفته است که طالبان از راه‌های دیپلماتیک به دنبال روابط سازنده و مثبت با همه کشورهای جهان از جمله ملت دوست ترکمنستانند. منابع محلی در ولایت جوزجان روز گذشته از درگیری مرزی نیروهای طالبان با مرزبانان ترکمنستان در سرحد ولسوالی خماب جوزجان خبر داده بودند. گفته شده بود این درگیری به دنبال زنده به گور شدن و کشته شدن دو شهروند افغان از سوی مرزبانان ترکمنستان رخ داده است. هلال بلخی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای جوزجان بر روزنامه اطلاعات روز گفته بود که حدود در روز پیش یک شهروند افغان بنابر دلایل نامعلوم از مرز ترکمنستان عبور کرده بود که با شلیک مرزبانان ترکمنستان کشته شد. او همچنین گفته بود که سه روز پیش نیز یک شهروند عادی افغانستان که میخواست از مرز ترکمنستان عبور کند از سوی مرزبانان ترکمنستان بازداشت و زنده دفن شده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت جوزجان در ادامه گفته بود که این شهروندان افغان با تلاش های زیاده از زیر خاک بیرون شده و خودش را به نیروهای این گروه رسانیدند. بلخی علاوه کرده بود که نیروهای طالبان به خاطر بررسی این موضوع به نقطه مرزی رفته بودند که از سوی مرزبانان ترکمنستان بالای کاروان نیرو شلیک شده است. با گفته او نیروهای مرزی طالبان نیز در مقابل به تیراندازی پرداختند که پس از مدت کوتاهی درگیری متوقف شده است. نیروهای مرزی طالبان پیشتر با نظامیان مرزی پاکستان و ایران نیز درگیر شده بودند. در همین حال افغانستان انترنشنال در ریبرگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: وزارت خارجه آمریکا می گوید که برغم کندی گفتگوهای اتمی با ایران در وینا و پیشرفت در مذاکرات خوشبین است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه گفت که آمریکا امیدوار است در گفتگوهای این هفته پیشرفت بیشتری حاصل شود. با گزارش رویترز پرایس گفت پیشرفت مذاکرات هفته گذشته محدود بود. ما امیدواریم که این هفته گام های بیشتری در این مسیر بر قدرت های اروپایی به اضافه چین و روسیه درباره بازگشت ایران به توافقات اتمی برجام که در سال 2015 حاصل شد با تهران مذاکره می کنند. آمریکا در این مذاکرات حضور مستقیم ندارد. ایران می گوید که موفقیت نهایی مذاکرات
منوط به برداشته شدن آن دسته از تحریم های است که حکومت ترامپ پس از خروج از برجام در سال 2018 بر این کشور اعمال کرد. اما حکومت بایدن می گوید که کاهش تحریم ها با توافقات اتمی در مذاکرات وینا رابطه دارد. نت پرایس در این مورد گفت کاهش تحریم ها با گام های ضروری ایران در راستای توافقات اتمی و در چارچوب بازگشت به برجام همراه خواهد بود. در این حال طبق یک خبر دیگر رایل دوستم در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد مصاحبه غنی با بی بی سی گپ نو نداشت. اگر واقعا اختیارش در دست محب بوده که در 2 دقیقه وقت برایش داده تا از کابل خارج شود، گناه غنی را 100 برابر می سازد. غنی حکومتش را با خدع و فریب مردم افغانستان شروع و با محو جمهوریت ختم کرد. در این حال مارشال دوستم رهبر دلها در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد سقوط نظام توسط اشرف غنی باید به دلایل ذیل به عنوان خیانت ملی تعریف شده و به محاکمه وی بیانجامد. 1. خیانت رهبری حکومت به عنوان شریک کودتا یا ناتوانی در رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی. 2. سیاست افراطی قومی. 3. سیستم متمرکز دولت و حکومت. و 4. عدم تعهد به موفقیت گفتگوهای صلح. و در آخرین خبر صفحه اخبار جبهه مقاومت در روی برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد تازه مایمی بدخشان نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان در قریه ورفد با طالبان درگیر شدند که به کشته شدن 3 نیروی طالبان و زخمی شدن 2 تن آنها انجامید. مایمی یکی از ولسوالی هایی است که بعد از سقوط حکومت غنی فراری شاهد حملات نیروهای جبهه مقاومت بالای طالبان است. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب کابلایز را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.